در همین زمینه همراه میشیم با مهمان برنامه حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه‌ای که از ونکوور به ما پیوستن. آقای فدایی خیلی خوش آمدید. خب بی خبر نیستیم از وضعیت اینترنت در ایران، از وضعیت پهنای باندها، محدودیت در دسترسی به شبکه‌های مجازی و بعضی از وبسایت‌های خارجی، اما این اختلال در تلفن‌های همراه رو دلیلش رو شما چی می‌دونین؟ چقدر مرتبط هست با اختلال در شبکه‌های اینترنتی و دلیلش رو در این روزها به طور مشخص به زعم شما چی می‌تونه باشه؟ بله، اختلال در آنتندهی تلفن‌های همراه هیچ ارتباطی با بحث اینترنت نداره، به دلیل اینکه از ابتدا اپراتورهایی که وارد ایران شدن قصدشون، تمرکزشون بر فروش سیم کارت های ارزان و مصرف گران قیمت بود، سیستمی که مرسوم نیست در اکثر دنیا و برعکس هست، یعنی مصرف رو و هزینه مصرف رو پایین میارن، اشتراک رو بالا میبرن. تعداد بسیار زیادی مشترک اضافه شد به این سیستم تلفن همراه کشور، یعنی الان ما در یک جامعه‌ای که 80 خورده میلیون نفر جمعیت داره بیش از 140 میلیون سیم کارت فعال ما داریم. خب تعداد ظرفیت آنتن های BTS جواب نمیده این تعداد رو، و نصب آنتن های جدید BTS و توسعه این شبکه هم بسیار هزینه بر هست. خب مسلما در شهری مثل تهران، یک کلان شهری مثل تهران، نمیشه به راحتی رفت جایی رو پیدا کرد که هی توسعه داد و آنتن های BTS استفاده کرد و گذاشت. مشکلی که الان دارن اینه که ظرفیت آنتن های BTS جوابگوی این تعداد مشترک نیست، این تعداد سیم کارت فعال نیست، و اینها نمیتونن این آنتن های BTS رو به راحتی در شهرهای شلوغی مثل کلان شهر تهران کار بذارن. مشکل اصلی اینه. و چقدر آسان هست رصد کردن و در واقع برطرف کردن این مشکل؟ این زمانبر هست، زیر ساختایی احتیاج داره، سرمایه های کلان احتیاج داره. چقدر فکر میکنید مشکل ادامه دار و دامنه دار خواهد بود؟ ببینید، توسعه های مخابراتی باید فیوچر استراتژی باشه، یعنی باید چشمانداز های دراز مدت داشته باشه. وقتی میخوان یک زیر ساختی، یک اپراتوری شروع به کار بکنه، باید حداقل فکر کنه که مصرف مشترکین در 5 سال آینده، در سالهای آینده چقدر خواهد بود، چه مشترکین اضافه خواهند شد، چقدر باید زیر ساخت ها توسعه پیدا کنه. این کاریه که با نظم درستی در ایران صورت نگرفته، و به همین دلیل هست که الان میان میگن مردم اجازه نمیدن ما آنتن های BTS رو نصب کنیم، چون فکر میکنن آنتنای BTS مضره. خب مردم اجازه دارن در ملک شخصیشون به شما اجازه ندن. شما باید پیش بینی این رو میکردید که اگر حتی مردم به شما اجازه ندادن، فضایی رو داشته باشید تا بتونید توسعه بدین سخت افزار خودتون رو. وقتی این پیش بینی نشه، مسلما به همچین مشکلی میخوام، و من فکر نمیکنم در کلان شهرها رفع این مشکل ساده باشه. پس فکر میکنی این مشکل دامنه دار هست و حالا مردم با مشکلات اختلال در شبکه‌های تلفن همراه روبرو هستند، درسته؟ مگر تمهیداتی به اصطلاح ایجاد بکنن که بتونن تعداد سیم کارت های فعال رو کم کنن و با ظرفیت شبکه همخوانشون بکنن. در اون صورت میتونن به اندازه‌ای که ظرفیت دارن سیم کارت فعال داشته باشن و سرویس بهتری ارائه بدن. ولی توسعه زیر ساخت های سخت افزاری به این راحتی نیست و ممکن این اشکالی مقداری ادامه دار بشه. ولی آقای فدایی، این سوالی که حالا برای خود من به وجود اومده اینه که این دلیل این حالا به قولی سپایک، یعنی این جهش در اختلال رو در این مقطع زمانی خاص چه میدونید؟ چرا یهو این اتفاق افتاده؟ فکر میکنم اگه مشکل زیر ساخته باشه باید مدت طولانی باشه که این مشکل وجود داشته باشه، ولی با توجه به گزارش ها یک جهش اختلال در واقع در خطوط شبکه های همراه رو داشتیم. ببینید، سیم کارت ها قبلا فقط در موبایل ها و سری دستگاه خاص استفاده می شد. الان داره بسیاری از سخت افزار ها مجهز می شود. الان اتومبیل ها داره مجهز میشه به سیم کارت. بسیاری از اتومبیل های روز یک سیم کارت دارن که سیم کارت فعال محسوب میشه و اطلاعات رو رد داره، و دستگاه های دیگه، حتی بعضی از لوازمی که قابل حمل هستن و مردم استفاده میکنن دارن مجهز میشن به. خب این مسلما شتاب این پیشرفت رو زیاد میکنه، شتاب استفاده رو زیاد میکنه. وقتی هم که اختلالاتی در اینترنت هست، مردم ترجیح میدن سلوشن های مختلفی داشته باشن، مثلا یک دونه همراه اول داشته باشن، کسایی که توانش رو دارن یک دونه مثلا اینترنت شاتل داشته باشن، یک دونه هم فرض کنید ایرانسل، تا اگر این یکی با یکی از سلوشن های مثلا وی پی ان کار نکرد از سلوشن دیگه استفاده کنن. و همین دلیل هست که ما با 80 خورده میلیون جمعیت، همونجور که عرض کردم خدمتتون، بیش از 140 میلیون سیم کارت فعال داریم، و این باعث میشه مخصوصا بعد از اختلالاتی که پارسال بود باعث میشه مردم به این سمت برن، و من
خودم شخصا خیلی دارو میشناسم که سلوشن های مختلف دارن تا در موارد ضروری حداقل یکی از اونها بتونه دسترسیشون رو به اینترنت تامین بکنه. آقای فدایی، از سلوشن و راه حل صحبت کردین، نمیشه شما رو توی برنامه داشته باشیم و در مورد وضعیت اینترنت صحبت نکنیم. بسیاری شبکه‌های داخلی گفتن به لحاظ محدودیت هایی که در وضعیت اینترنت به وجود اومده، سال 2022 و همین امسال رو در واقع تاریک ترین دوران اینترنت در تاریخ ایران خوندن و اینها منابع داخلی هستن بر اساس گزارش منابع داخلی، ولی میدونیم که هر موقع محدودیت در دنیای اینترنت به وجود اومده، مردم همیشه مفری و راه گریزی کاربران پیدا کردن. چشمانداز دنیای اینترنت و دنیای ارتباطات رو در ایران با توجه به تمام این محدودیت ها و اختلالات چطور میبینید؟ من همیشه گفتم، باز هم میگم، اینترنت اون رودخونه ای نیست که چه جمهوری اسلامی چه دولت دیگه بتونه روش سدی بذاره، به خاطر اینکه تکنولوژی راه خودش رو باز میکنه، یعنی به هر طریقی که شده راه خودش رو پیدا میکنه. از هر طریقی که شما بخواید دسترسی آزاد اطلاعات رو محدود کنید، راه دیگری براش پیدا میشه. ما در همین جریان انقلاب اخیر دیدیم که به محض اینکه یک سولوشنی بسته میشد، سولوشن دیگه ارائه میشد و هر چقدر این سولوشن ها بیشتر شن، مبارزه با این سخت‌تر میشه، تا جایی که اینقدر هزینه‌اش میره بالا که دولت مجبور شه دستاشو بالا بگیره و بگه دیگه نمیتونم. به همین دلیل هر چی که جلوتر بریم این مسئله کمتر خواهد شد. شاید شما در لحظه ببینید که دولت یه راهکار جدیدی پیدا میکنه، سرورها رو میبنده، سرویس های ابری خارجی رو میبنده، آی پی ها رو بلاک میکنه، پروتکل ها رو میبنده، ولی در نهایت همه اینها باعث خواهد شد که راه های جدید و پیشرفته تری در دسترس مردم قرار بگیره و از همه این سطح ها به راحتی رد شن. همونطور که دولت چین نتونست این کار رو بکنه، دولت ایران هم نخواهد توانست.